حقوق بشر را به مرهم بشناسم. محمد جعفر پوینده ندای رسای حقوق بشر بود. میخواست آنکه را که روساها از جهانیان خواسته بودن برای مردمان میهنش همگانی کنند. او نیز قربانی جنایت جمهوری اسلامی شد. سخنران بعدی ما سیما صاحبی است، یار و همراه محمد جعفر پوینده، فعال سیاسی و مبارز در راه تحقق حقوق بشر. او خود به مدت 2 سال زندانی جمهوری اسلامی بود. در سالهای کشتارهای دست جمعی در زندانهای حکومت اسلامی بوده است. سیما در یکی از روزهایی که او را برای بازجویی های مکرر و شکنجه می بردند شنید، از بازجویان شنید، سعید سلطانپور شاعر را در روز عروسیش دستگیر کردن. او سعید را می شنا. سعید سلطانپور را در روز 30 خرداد 1360 به جوخه اعدام سپردن. فریاد خونین هزاران زندانی سیاسی دوران شاه، فریاد کارگران، زحمتکشان و انسانهای آزادی که تداوم انقلاب را می‌خواستند. سی خرداد 60 پایان بهار زندگی سعید بود که هنوز آغاز نشده بود. شبانگاه 18 آذر 1377 پیکر محمد جعفر پوینده، نویسنده و عضو فعال کانون نویسندگان را در بیابانهای شهریار در کنار ریل آهنی متروک پیدا کردن. شبانگاه 16 آذر 1377 شبی دیگر از شبهای زنجیری خونین میهنمان،
برگریزان زندگی مشترک سیما و جعفر بود. سیما با ماست. من سخنانمو به یاد تمام قلم شکستگان و زبان بریدگانی آغاز می کنم که جانشان را در راه عدالت و آزادی دادن و همسر من محمد جعفر پوینده هم یکی از این قربانیان بود. در پاییز 1998 در ایران ترورهای هولناک اتفاق میافته. داریوش فروغر و همسرش پروانه اسکندری دو تن از فعالان سیاسی در منزل شخصیشان به ضربات کارت و به صورت فجیع به قتل میرسند و به دنبال آنها محمد مختاری و محمد جعفر پوینده همسرم دو عضو فعال کانون نویسندگان ربوده و ترور می شوند. ولی تاریخ ترورهای سیاسی در ایران به سالهای نخستین استقرار جمهوری اسلامی برمی گردد. این قتلهای سیاسی زنجیره‌ای بوده و با برنامه ریزی مستمر وزارت اطلاعات و امنیت ایران و با دستور و دخالت مستقیم حکومت اسلامی صورت می گرفته است. این ترورهای سیاسی در سالهای 1989 تا سالهای 1997 یعنی در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی با به کار گماشتن فردی به نام سعید اسلامی یا سعید امامی در وزارت اطلاعات برای برنامه ریزی این ترورها به صورت سیستماتیک اعمال می شدند. این ترورها نه تنها در داخل ایران بلکه در خارج از مرزهای ایران در طول دو دهه با فتوا و حکم شرعی